انتخابات به این معنا که رأی مردم شمرده میشه، یعنی تقلب در انتخابات نیست، چون این یک فعالیتی است که در درون رژیم داره انجام میگیره و تمام شرکت کنندگان در این از رهبران و متنفذین نظام هستند. بنابراین این رقابت درونی منصفانه انجام میگیره، ولی انتخابات آزاد نیست به این معنا که مردم به کاندیداهای مورد نظر خودشون رأی بدن. بستگی داره که این سوال رو با وقتی میخوایم سنجش افکار بکنیم از مردم سوال بکنیم. در این انتخابات رقابتی، انتخابات رقابتی الزاماً انتخابات آزاد نیست. در احزاب کمونیست، در احزاب فاشیست دنیا هم در درون این احزاب رقابت وجود داشته برای انتصاب، برای انتخاب رهبران خودشون. از این نظر بله، رأی شمرده میشه و بر مبنای همه چیزایی که ما میشنویم و میخونیم این تقلب قابل توجهی در انتخابات انجام نگرفته. البته آقای رفسنجانی و آقای کروبی در رابطه با انتخابات گذشته ادعا داشتن که حتی تقلب هم شده، ولی عدم تقلب آزادی انتخابات رو اثبات نمیکنه، بلکه فقط شمارش صحیح آرا رو اثبات میکنه. و بعدم این که بیش از در سنجش افکاری که خود رژیم انجام داد که کسانی هم که این کار رو انجام دادن به زندان افتادن و مورد مؤاخذه قرار گرفتن، 84% از مردم ایران خواهان برقراری رابطه عادی با آمریکا بودن. این افراد کسانی هستند که می‌خوان استقلال ایران بهش خدشه وارد بشه به هیچ وجه، بلکه اتکا به نفس دارن، به خودشون، به مملکت خودشون، به ملیت خودشون، و میگن که ما میتونیم در رابطه برابر با آمریکا وارد گفتگو و مذاکره بشیم و به مرور به تدریج اختلافات فیمابین رو حل بکنیم. کاندیداهایی که امروز میخوان رئیس جمهور بشن، یکی از این کاندیداها که آقای احمدی نژاد، حتی اگر بخواد توانایی عملی او در حل اختلافات بسیار بسیار ضعیفتر از کاندیداهای دیگره، و اون هم به دلیل عملکرد و رفتار و گفتار 4 ساله گذشته است که برای مخالفین بهبود روابط ایران و آمریکا یک انباشته بزرگ ابزاری درست کرد. دستگاه های تبلیغاتی رژیم در خدمت احمدی نژادند و به این دلیل که صاحبان نفوذ در این انتخابات رقابتی شرکت کردن تا حدودی امکاناتی براشون فراهم شده، ولی این به نظر من نارضایتی، ناراحتی و بی‌اعتمادی به نسبت به رأی آقای احمدی نژاد باعث شده که در آخرین لحظه رژیم بخواد به نفع احمدی نژاد دخالت بکنه و امکانات رقبای او رو محدود بکنه و برای او زمینه‌های تبلیغاتی بیشتری رو فراهم بکنه. این یه واقعیت غیر قابل انکاره که با ماهیت استبدادی رژیم کاملا سازگاره. ما در ایران انتخابات آزاد نداریم، انتخابات رقابتی در درون استبداد مذهبی داریم، و این اقدام رژیم هم تأییدی بر این واقعیت انکار ناپذیره.